سلام، امیدوارم درجه که عالی باشه. من سعید کاشانیرات هستم، مربی نکارات و امروز اومدیم کنار استاد مجید صافی، سرمربی تیم ملی ناشنوایان که داخل برزیل مقام المپیک رو به دست آوردن و این افتخار بزرگ برای همه ایرانیاست و انقدر باید مهارت داشته باشه تو همچین مقامی رو کسب کنی. بریم با سنسی مجید صافی صحبت کنیم، ببینیم که چطور میشه یک مربی به این مقطع برسه، انقدر روش کنه و این جایگاهو کسب کنه. سلام، خوبی؟ بفرمایید، در خدمت هستم. الان مثل که من چشم کسی هست اینه که خیلی براشون سواله که الان مثلا با گیری مربیگری کار کنیم یا میخواییم وارد عرصه مربیگری بشیم چی کار کنیم که دقیقا مثلا با هر نوع هنرجوی چه کم هوش چه با هوش به اون لول خوبه رو بریم جلو و آموزشه رو بدیم؟ این سوال خیلی هست الان. جواب کوتاهش اینه که هیچ اتفاقی تو کوتاه مدت نمیافته. اگر که امروز میبینیم تیم ملی ناشنوایان یه تیم کامل شده، من خودم از 10 سال پیش با ناشنوایان شروع کردم و از 2 سال اول که گذشت مسابقات کشوری شرکت کردیم و تونستیم که از یک گروه 30 نفره 7 نفر رو به تیم ملی ناشنوایان معرفی کنیم و بعد از اون توی مدت زمان تقریباً 6 ساله که 2 نفر از بچه‌ها عضو تیم ملی شدن، تونستیم تو اولین المپیک 1 نفر میلاد صادق‌زاده طلای المپیک بگیره، بعدش تو فواصل مختلف این ارتقا یافتن بچه‌ها در کنار هم دیگه با تمریناتی که صورت گرفت و خوشبختانه ما تونستیم میلاد دوباره مدالش رو تثبیت کنه تو المپیک برزیل و ابراهیم پورکاشانی رو معرفی کنیم، یکی از نخبگان برنز گرفت و امیدوارم المپیک بعدی ابراهیم طلا بگیره. اینا مسلماً اتفاقاتیه که با زمان، حوصله و اینکه باید یک برنامه‌ریزی بلند مدت بشه. خیلی عالیه. حالا این موردی که پیش میاد اینه که اگه ما مربی هستیم این زمینه رو چطور آماده کنیم؟ مثلا یکی میاد هنرجو جذب میکنه، ثبت نام میکنه، ولی خب میگه آقا این هنرجو اصلا آقا استعداد داره. من چطور این مسیر رو براش هموار کنم؟ چطور راهنماییش کنم؟ آیا باید اختصاص نظر خودم باشه؟ با کنار مربی دیگه بره از یه بخشی ببر؟ این مراحله به نظر شما چطور اتفاق بیفته تا اون هنرجو که حالا میتونیم بگیم استعدادشو داره، زمینه‌شو داره، به اون مراتب بالایی برسه که آینده خوشو تو این ورزش تضمین کنه؟ ببین، خب بستگی داره دیگه. شرط اصلی علاقه است. شرط اصلی علاقه است. بعد از اون مربی میتونه برنامه ریزی کنه که این هنرجویی که داره ادامه میده مسیرش اصلا میتونه تو مسیر قهرمانی قرار بگیره. اگه میتونه تو مسیر قهرمانی قرار بگیره براش باید وقت بذاره. اگر نه، هنرجو استعداد نداره، پس بهتره وقتی گذاشته نشه. من اگر اومدم وقتی برای ناشنوایان گذاشتم چون استعداد و توانایی رو تو چشمای اینا دیدم و انگیزه ای که داشتن، برای همین ساعت‌ها با هم دیگه کار کردیم. هیچ کس اطلاع نداشت ما داریم کار میکنیم تا به اون نقطه ای رسید که رفتیم و خدا رو شکر تونستیم موفق بشیم. خیلی عالی. این نکاتی بود که دیگه از یه مربی با تجربه، کسی که دیگه تهش رو دریافت کرده، ما شنیدیم و متوجه شدیم اگه این مربی خوب هستیم باید اون علاقه که تو هنرجو هست رو پیدا کنیم. و متأسفانه خیلی دست من میبینم من که میگم خب استعداد داره، علاقه رو اصلا زیر پا میذارم و میان کارات. حالا نظر شما این مورد درست هست یا نه؟ اینکه طرف علاقه نداشته باشه بگیم خب مثلا میاد علاقهش به وجود میاد، به نظر شما این دیدگاه درسته؟ هرچند طرف با استعداد باشه، این دیدگاه نظر شما چجوریه؟ این هم میتونه باشه. شما یه موقع میبینید یک فردی واقعا توامنده، هم فرم بدنش هم باهوشه، اون نقطه قوت یک مربیه که بیاد اینا جذبش کنه. یعنی شاید مربی بتونه ببینه که با وقت گذاشتن روی این بازیکن میتونه این بازیکن رو به سطح بالا برسه، پس میتونه دو حالت باشه و اینا در کنار هم توی مسیر قهرمانی میره. یه موقع شما میخوایی ورزش معمولی انجام بدی، ولی یه موقع حرفه‌ای اگر فکر کنی باید اون بازیکن حرفه‌ای را مسلما جذب شه. پس دو حالته، شما بازیکن حرفه‌ای باشی میری دنبال مربی حرفه‌ای، مربی حرفه‌ای هم باشی مسلما سعی میکنی وقتت رو برای کسی که بتونه حرفه‌ای کار کنه بذاری.
در واقع اینجا مهارت استعدادیابی خیلی اهمیت داره که باید یک مربی کسب کنه و ازش استفاده کنه. و هم مورد آخر که من تقریبا شکم یه از مسابقه های امیر مهدزاده به بعد دارم میپرسم، سوال اینه که آقا درآمد یه مربی، درآمد یک قهرمانی که به سطح بالا رسیده چجوریه؟ پس کارته آیا نه صرفا بهش تکیه کنه توی زمانش رو وقت خود این بذاره یا نه؟ چون در واقع خیلی از افراد تو جامعه کاراته ایران همینه، یا آقا چون اصلا اینجوریه من یه کار نمیکنم، من قهرمانی اومدم میخوام پول در بیارم، من اصلا مربیگری میکنم که فقط اصلا پول در بیارم. این بعد چجوریه واقعا؟ این در مورد نظر شما چیه در موردش؟ نظر من اینه که اگه به فکر درآمد تو کاراته باشی بری کنار خیلی راحت تری. من درآمدم از جای دیگه در میارم، مسلماً به خاطر عشق و علاقه‌ای که دارم میام تو کاراته، ولی میتونه کاراته هم درآمدساز بشه، ولی اون موقع نمیتونی حرفه‌ای فکر کنی. این بستر بعد از پایه تو جامعه ما درست بشه. شما شاید چند تا شاگرد خصوصی بری بگیری، یه درآمد خوبی هم برای خودت، ولی این شاگردا شاید قهرمان برای تو درست نشن. مسلماً قهرمانا میگن از جایی به دست میان که درآمدم نیست. پس باید خیلی ذهنت بزرگ باشه، اول به فکر هدفت باشی، بعد درآمده میاد. پس یعنی مربی باید هدف داشته باشه توی کارت، نه درآمد اولویت پشت قرار بده. خیلی عالی. امیدوارم که این مسابقاتون کارآمد باشه، ازتون استفاده کنیم و تجربیاتی که هستش رو داخل این ورزش به کار ببرید. دمتون گرم، مرسی و خوشحال میشم که این ویدیو برای دوستاتون، و اگه دوست داشت من حتما برام کامنت بذارید و بگید که در مسابقه چه موضوعاتی رو با مربیان برتر و قهرمانان برتر مطرح کنید.